خبرها با ادریسه جویا میمانیم. تشکر جواد. با نام خدا و با عرض سلام، توجهتان را جلب می‌دارم بر رویدادهای ورزشی این ساعت. سرپرست فدراسیون تکواندو افغانستان تعیین شد در مراسمی که صبح امروز از سوی فدراسیون تکواندو و اداره ورزشی کشورمان راه اندازی شده بود، ضیاءالله بخشی تا اعلان زمان انتخابات این فدراسیون به عنوان سرپرست معرفی شد. انتخابات فدراسیون تکواندو افغانستان به دلیل نامساعد بودن شرایط و فراهم کردن انتخابات سالم و شفاف از سوی کمیته ملی المپیک به زمان دیگری موکول شده است. در این مراسم که با حضور نمایندگان ولایات و مرکز برگزار شده بود، اعلان شد غلام ربانی رئیس پیشین فدراسیون تکواندو هیچ گونه صلاحیت و مسئولیتی را من بعد بر عهده ندارد. فدراسیون تکواندوی کشورمان در طول چند ماه اخیر گریبانگیر مشکلاتی چون عدم حضور تیم ملی تکواندو تا 6 ماه در مسابقات برون مرزی، استراد شدن مدال طلای جهانی محمود حیدری و جریمه شدن این فدراسیون به مبلغ $10,000 از سوی فدراسیون جهانی تکواندو می باشد. دو تیم فاینالیست مشخص شدند. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام هشت صبح روز گذشته مرحله سیمی فاینال بین 4 تیم برگزار شد که کابل بانک و اردو توانستند مقابل حریفان به برتری رسیده و به فاینال این رقابت‌ها راه پیدا کنند. در اولین دیدار این روز کابل بانک به مسافه شعار رفت که در پایان با نتیجه 1-0 حریفش را مغلوب کرد و در بازی دوم نیز اردو با همین نتیجه خراسان را از پیش روی برداشت. دیدار فاینال این رقابت‌ها بین دو تیم کابل بانک و اردو فردا ساعت 2:30 دقیقه از چاشت در استادیوم کابل انجام خواهد شد. این مسابقات بین 12 تیم برتر کابل از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان به دلیل گرامی داشت از روز 8 صبر راه اندازی شده است. مردان کاتالان همچنان صدر نشین لالیگا باقی ماندند. هفته 37 رقابت‌های فوتبال اسپانیا شب گذشته با انجام 10 دیدار همزمان پیگیری شد که با پیروزی بارسلونا و رئال مادرید همراه بود تا سرنوشت قهرمانی در لالیگا بر روز پایانی کشیده شود. شاگردان پپ گواردیولا در زمین سویا توانستند میزبان خود را با گل‌های لیونل مسی، بویان کرکیچ و پدرو با نتیجه 3-2 شکست دهند. بارسا با این پیروزی 96 امتیازی شد و همچنان صدر جدول را از آن خود نگه داشت. رئال هم با در ادامه پیروزی های پرگل خود توانست اتلتیک بیلبائو را در سانتیاگو برنابیو با حساب 5-1 شکست داد. رئال مادرید با این پیروزی 95 امتیازی شد و همچنان با 1 امتیاز کمتر نسبت به بارسا در مکان دوم جدول چشم بر راه لغزش صدرنشین در هفته پایانی باقی ماند. در دیگر بازی ها والنسیا در خانه ویارال 2-0 تن به شکست داد. دیپورتیو لاکرونیا با 1 گل بر مایورکا غلبه کرد. خطافه با حساب 2-1 مالاگا را از پیش روی برداشت. اوساسونا هم در زمین اسپانیول با حساب 2-1 مغلوب شد. تنریف با نتیجه تساوی 2-2 مقابل المریا متوقف شد و خرس با نتیجه 3-2 از صدر ساراگوسا گذشت. پایان خبرهای ورزشی، شب خوش، خدا نگهدار.